درود بر شرفتون، درود بر هیکلتون و درود بر خانواده عزیزتون. خوش اومدید به یک اپیزود کریری دیگه، به یک اپیزود سکویی دیگه. بچه ها اصلا راجب آقای سکویی شما یه چیزی رو میدونستین؟ این آدم تو زندگیش سلام نداده هیچ وقت، همیشه درود فرستاده. پس درود به تروتون، میگه درود تروتون. پس دیگه بریم سراغ بازی. اصلا دیگه مثلا ما این حرفا رو نداریم دیگه، کریر بازی بدو بری. آدش مهین بد خیار بیار ماست بیار شروع شو. اوجمان جکسون ترکیه یه مسیج داده. به نظر چی گفت؟ به نظر من ناراضی که توی ترکیب قرار نداره. بله دیگه اصلا قیافش نداره. آره نوشته میگه من میخوام بهت نشون بدم که آقا من دارم یه سری چیزا رو میبینم که منو نگران کرده در مورد آینده‌ام. میخوام بپرسم که به من یه شانس دیگه بده، من خودم بتونم ثابت بکنم. یس. آره ما هم شانس میدیم که یه شارچیه کن. شارچیه. حالت خوب بشه. به هر حال ببین عزیزم، تو خودت انتخاب کردی این رو. تو اعتیاد رو انتخاب کردی. حاج آقا سه تا آفر سنگین اومده. که دیساسی رو میخوام 24 خورده ای. پالمر رو دوباره اومدن گفتن. پالمر رو نفر کنم، پالمر رو همونی که رد کردیم. آقای گویو رو برای آقای گویو دو نفر اومدن. گویی؟ ما به یوونتوس بدیم یا به دورتموند بدیم؟ به یوونتوس بده. به یوونتوس دادم رفت. مبارک، نگوشیت هم نمی کنیم چون اهمیتی نداره که بخوایم همچین نگوشیتی. آره دیگه. این گویو در واقع همون گویی. خب بازی بعدیمون با ولورهمپتونه. اون بازی نیست که بخوایم خودمون بازی کنیم. ما این قضیه رو هم در نظر داشته باشیم که بچه‌ها بازی اول لیگو مخصوصا به ما سخت گذاشتن برای ما که فاز ما رو خراب کنن. اینجا دیگه خدافظی دوباره غم انگیز. منم سرگشته ایرانت دوست. بازم شاکی بودن که ما چرا اینقدر ارزون دادیم در واقع. چرا اسم میگه یه نگوشییتی میکنه یه پولی میذاره شب برای بچه‌ها نارنگی می‌خرید. بالاخره نارنگی دیگه الان فصلشه دیگه خودش. چه نارنگیایی اومده، چه نارنگیایی اما پشمان. خب الان داری الان دو تا دونه هست. نه خوردم متأسفانه. ای بابا. اما پشمان. هم پایین اگه نارنگی. من میگم الان شو جکسون بهش میخوام یه روحیه بدیم. جای تارمی جای تارمی بازی بدم. سرویس کنم. استراحت بکنم. پالمر رو بذارم که ناراحت نشه. و آقای نیماری که الان به تازگی آوردیم بیاریم بالاخره یه دودی بگیره دیگه. دیگه چی بیاریم؟ اینقدر بازیکن خریدیم نمیدونیم چیکار بکنیم. فعلا بزنیم باشه. آره و بعدن جای رونالدو میاریمش تو. جیمز هم که اوضاعش خرابه، گوستو حداقل این بازی رو بازی بکنه. یکم سری هم آجاقا ناراحت شده. آره یکم یه استراحت ریزی بکنه. مولر هم داستان داره. آره. حتما یاد باشه که نیمه دوم بعد اینا رو بیاریم تو. یه حداقل یه حالی بکنن که یه دودی بگیرن که خسته نشن. حالی بودی. اگه ببینم این بازی هم ولو با این ترکیب جواب نداد، میریم تو یک ترکیب جدید امتحان بکنیم. آره یه 4-3-3 سنگینه. چه اتفاقی میفتم درست حسابی میخوام. او بجمان میخوام ازت که ببین ما یه روشی داریم برای بازی فوتبالمون، اون همینه که پاسهای لانگ بدیم ولی بازی ببریم طول جلوی دروازه. یه بار بعد اونو تست کنیم. این کار چجوری بعد اتفاق بیفتم بجمان؟ اسمش لانگ باله دیگه. نمیدونم قبلا این کارو کردیم که ما فضاهای پایین مثلا میایم پایین، همه جمع میشن پایین، تو یهو میکشی با در واقع سانت میکشی بالای زمین، فضا خالی میشه، میریم تو گل. میری تو میزنی و واسه بعدش اون جلوی دویجی میگی. دویجی دویجی گرفتن به نظر من اگه اینجوری نگی دیگه حالی نمیده. در واقع اون حسه شد همینطور که میدونی بچه ها من تو این اپیزود یکم سگیم به خاطر این که ما نه تو منچستر سیتی میباختیم. اصلا مهم نیست گو بخورده من که هر بازی برگشت دارم اصلا به این کچل خوشم نمیاد ببازم. من ببین قدرت بهت گفتم سریم قدرت چیز کفتار رو دست کم نگیرم. آره حالا جدیه این برنامه میگن خیلی یارو شک نکن اصلا چیز بازه وکیل داره. چی میگن؟ موکل. موکل داره. موکل داره. موکل خارجی داشته باشی خیلی ها، یعنی یارو باید انگلیسی صحبت کنه. قبل من قبل هر مچ میاره چیزای کفتار رو ردیف میکنه، چال میکنه. 14 ساله 10 ساله مثلا نسبت به سن و سال کفتار و جوون بودنش. موضوع اینه که باید زن باشه حتما. آره دیگه ماده باشه. آجا این گل نباید بود. لگد مگس بود. شماره 8 انزو بود. بیشتر همون بچ برای بچه استار کردی. اما بهش من او جکسون داشت کارو تموم میکرد.
خب اینجا جاییه که شما باید وارد عمل اینجا بشید. اینجا من باید وارد شم چون وضعیت دفاع مقدار وضعیت نامناسب. خیلی زود میریم سراغ بازی ببینیم هیجان بازی رو میتونیم ما ببریم بالا اگر اونا نمیتونن. به نظر من این ترکیب و همون پژمان ترکیب مناسبی الان برای ما نیستش و شاید به خاطر اینه که بچه‌ها قفل کردن. من نیاز دارم که یکی هدایتش. اصلا این تمرکز داخلی به نظر من درست نیست. مخصوصا اگه ما خودمون بخوایم بریم تو بازی باید یکم وایدتر بازی کنیم. و اون باعث میشه که اینجا یه گلی شاید نخوریم. یعنی لفظ اینقدر قویه لفظت یه چش لیزر هم نمیتونه این کارو بکنه. ته لفظه دقیقی میزنم آج آقا به نظرم جامپینگ کن آج آقا به نظر من هم حتی برو بریم تو آقا کجا؟ همون بجمان ما آماده ایم. به نظرم بهتره که همینجا من توپو بگیرم از اینا. این دوباره زمین خیس تو بازی اضافه شو پیشته بابا. آره اینجا فکر کردن که آقا زمین خیس باگ منه اصلا. آقا اصلا هیچ نگران نبا چون جکسون ترکی آماده است که آقا میخواستم این ریسکو بکنم به نظرم کار بدی نمی اومده. آقا دیگه تو دودی گرفتی چون خسته شدی. آقا این ولی یه گل خوشگله. آقا غمت نباشه. نه بازم میتونیم بزنیم. مولر بود؟ اون گلگر بود آقا. نه اونی که تو باش شوت زدی یا میگم بزن آجا بره. نه آره ریسک نکن درست بزن که از اون خوبات بزنی. پاس ندادی آقا میخواستم که یه پاس مناسب بدم که از کوکوریلا رو دست کم نگیر. کوکوریلا یا حسین دیگه یا علی آره. مدن چون این قضیه برای ماها فقط خستگی وجود داره برای اونا نیست اصلا دیگه چون اونا ای آی هن دیگه میگه نه من برای چه برای خسته بشم آجا بهترین پاس خوشگل رو که دیدی دیگه. این مولر بچه درست پیره ولی پیره سوار موقعان کدرسیه چه بیان مطلب بسیار مهمه و آقا حالا کجای دنیا رو فتح کردن آجا برو داخل برو داخل آجا بذار یه کورنر بگیرم یا نه چون آفساید بود شانس آوردیم نرسید نه من به پایین مخواستم بدم آجا کورنر دست خودته بذار ببینم یه آدم حسابی میتونم گیر بیارم آجا آماده باش این گله این گله دروازه‌بان منگله آجا اینو یه کارش بکن وای وای اون داد یا تو دادی نه خودش داد خودش داد بیشرف چون نمیده بازیکن رو به من آجا سری باید آریکو بزنی که همون کار رو دارم میکنم مثل سر چون مندی با من از جون و دل مایی میزنه آجا دقیقه تموم شدش این باخت رو تقدیم میکنی به تمام لودیتی های عزیز و یک منجلابیه که یک منجلابیه که فرو رفتیم ولی خب دکتر سکویی میدونه که چیکار میکنه. دکتر سکویی به موقع وارد میشه که بتونه از این منجلاب در بیاره و الان اومده که شیلنگ بگیره بکشه به همه بازیکنای تیم. اصلا شاکی ناموسی هم شاکیه. بیخ خر بزرگ و کوچک رو میخوام بگیرم اسیان کنم. معلومه قیافه خندونش ناموسی شاکیه چون داره تیکه میندازه. میگه به نظرت فرناندز خوب بود؟ ما فرناندز خوبه. ما هیچ وقت بازیکنان تیممون رو خراب نمی‌کنیم. ما اسکول نیستیم مثل تو. گوستو مثلا میگه آقا گوستو خوب نبوده اونقدر. گوستو رو به نظرت بعد بیشتر دومینس خرج میداد. گوستو هم خوبه. همه خوبه. من جلوی خبر اونا مادرای ما اینا خواهرای ما. ما جلوی خبرنگارا سوخ نمیدیم. خیلی خوبه. قابل قبوله. ولی به جاش دوربینو شما بیاریم توی رخکن اونجا دیدی چقدر لیزه اونجا انداخته بیرون آقای سکویی دستشو داره میزنه همینجور همه حاج آقا میگن چه چرخ خیاطی میاده همون رو بگونم حاج آقا باید اینجا ببین دیگه کاستا رو ببین حاج آقا آج آقا یک چه کسافت دونی اصلا آج آقا باید یک کار آفن 4-3-3 اتک باید ما یک کار من از اولم گفتم این کارو بکن بذار ما یه ذره ببریم به گوشه ها بعد خودمون میاییم تو ما تا چیزو من رفتیم تو گل آج آقا یه سردردی همین الان اومد سراغم معلومه که مال فشاریه که تیم داره به من میاره آج آقا کی اینا رو میفهمه پشت پرده یوتیوب رو براتون یه اپیزود میذارم ببینین اینجا چیکار میکنه سهم با من منو میزنه
کنم. آقا لاویا کسی نبودش که چیز براش یه آهنگ خونده؟ آقا خانم سوزان روشن. خانم سوزان روشن که اون آریا مگه نبودش آقا؟ باشه آقا آقا بر وزن لاویا خون دیگه. لاویا اصلش این بوده. لاویا تو با اون شب اون پوست سیاه آج آقا 10 ساعت وقت داریم که یه بازیکنی که میخواییم رو بخریم. کیو دوست داری بخری آج آقا تو این 10 ساعت؟ کی گفته این ددلاینه؟ کی گذاشته برای ما با اجازه کی به قول یک کمت؟ ددلاین قانون لیگه دیگه. این خوب همه در واقع آها همون که پنجره ها با شده هم همه فوفانا رو 2 ساله میخوان دادم رفت آج آقا. اصلا هیچ اهمیتی به ما نگوشیت هم نمی کنه دیگه. نه آج آقا اینا چیز هم قرضی هن آخه. آها بفرد آج آقا تایم داره می آج آقا رابرتسون داره میگه که یک سری شایعاتی وجود داره که میخواد از لیورپول بره بایر مونیخ. به نظر این مهمه؟ نه رابرتسون؟ نه من نده رابرتسون تمو برو رابرتسون من نمیشناسم. بفهم این که پیر جواب لاویا لاویا برو خدا پشت پناهت. این دختر عموی این بنده خدای خودش اینجا کار میکنه آجا خیلی براش اهمیتی نداره. ببین کجا رفتی؟ دو مزابات مرکزی آقا. چیلول و آرسنال میخواد اصلا همچین خبرایی نیست. چیلول که دیگه نمیدیم که مثلا اینجوریم خودمون مگه همجوری بازیکنامون نه که خیلی نابن. یکی آقای جیمز رو نمیخوای بدی بره؟ آقا 4 تا آفر اومده اینو گذاشتم 1 ساعت آخر که یک سکته ریزی بدم به کسایی که میخوان بازیکن رو همون بخرن. هر 4 تاشون هم میخوان پولی کش بدن. واشنگتن دی سی رو آرسنال میخواد. تمام اکسپت. اون که تچاله بده بره بابا تو هیچ آینده ای نه تو هیچ چی نمیشی. هیچ ماجا آقا این کنکورو ولی 65.5 میخواد. نه ریجکت نگوشیت نمیخواستی بکنی. جیمز ها چی؟ جیمز هم اصلا اینا فکر کردید جیمز رو دوست داری تو بازیکنای اصلی تیم ما اصلا تیم کلیفی امکان داره حاج آقا بریم ببینیم با این ترکیب جدید جلوی کریستال پالاس میشه تلسم بشکنه یا نه یا نه دیگه بابا تلسم بشکنیم خسته شدیم دیگه حسابم اینجا خورده آج آقا. یک سری ترینینگ هایی هم وجود داره فکر کنم اونها هم همونه که اونها رو تو انجام نمیدی میگی آقای سکویی مثلا یه برش هم نیم میخوایی من عصبانی نشم؟ میخوایی خود تو سر و صورتم نیاد؟ ما باید شلتکی بریم به نظر من دیگه. ما اینقدر ترکیب های متفاوتی رو تست میکنیم تست میکنیم راست که بالاخره یکی جواب میدادی. الان این ترکیب مسی رونالدو نیماره آره معلومه که عجیب نه بزنید. عجیب غریبش اینه که چیزم نبودیم. این 4-3-3 جدیده فکر کنم بهتر میکنه قضیه رو. باید ببینیم دیگه الان این بازی مشخص در حضور خودمون بهتر میشه نه با AI. به نظر من که میتونه AI هم حتی میتونه AI هم خوب کشید آجا یا ببین اون 3 نفر اون جلو دیگه دارن چیکار میکنن. شما این کیه؟ کایسدو. کایسدو اصلا بعدا چرا باید بیاد اونجا همچین شوتی بزنه؟ یه پاس بده بزن وای شما نیمار من بریم درست بکنیم. 37 یک کار اونجا مغز من آره سرویس میکنه. حداقل ببین 10 داریم فلان داریم می‌خواستی بزنی اینو تو الکی آره یه کم الکیه. من دوربینم داشتم مثلا سیبیلامو تاپ میدم بی خیال داداش بخیر. چرا این موقعیت ها برای ما پیش نمیان؟ مگه ای آی به ای آی نیستین شما ها؟ خیلی آج آقا ببین روحیه تیم کم ضعیف شده. آره به نظر من ما باید بریم با خود تیممون نگوشیت کنیم که چی بشه؟ که مثلا بگیم که آقا شعور نداریم مگه شرف نداریم مگه علی پروین چیکار میکرد آج آقا؟ میرفت نیمه دوم میرید به تیم میامد. من هنوز یک حس خوبی دارم به این حاجه خان تعویزه میخوای بدی؟ به نظر من وقت یک تعویز هست بعد از این وای وای توپا کجا میره پس این توپا که ما در آره ما که داریم میریم هر بالای دروازه رد میشه چون دو بودیه سری تعویزه بده حاجه خان یه سری تعویزه اصولی و اساسی بدیم. تقیب آره بالا نقیب یا پایین تو آره بالا از این ور برید از اون ور برید. ولی در غیر این صورت ببین چند تا موقعیت دوستان من فقط روی دروازه ما درست کردن آخرم یکیشو گل میکنن. اگه قرار باشه ما همه رو اینجوری ببینیم که نمیشه. ببین شوت و پوزیشن و همه چی دست ماه. آره. امتیازهای بازیکنای مالی واقعا امتیازهای خوبی نبوده. نه نه و این باعث به نظرم آره دیگه الان وقتشه. این چی بود دیگه؟ این چی بود؟ چقدر جلو کمین همش. تازه ما تو حالت اتکیم. فشاری که داره میاره این
فشار فشار مهمیه. آجا میگه فشاریت نکنم، میگه این لفظیه که جدیدن مثل که تو یوتیوب و توی کامیونیکیتی باید بگیم. ما که اصلا نمیدونیم همچین چیزایی آجا. آره خدا شکر استفاده هم نمی کنیم. ببینیم این الان دیگه نیمار وقتشه که اون کاری که باید رو بکنه. وای خدا خودت نزن پاس بده دروازه‌بان سالار، اسمش سالاره، شهیدان اسمش چیه، جانستونه، این چی کشتیگیر بوده اون قبلا، کشتی کشکار بوده، دقیقه 90 شد و فکر نمد کن، نمد رو لوله کن در ذهنت نگهش. آجا دکتر سکویی ضعیف عمل کرده تا اینجا و اعصاب ما رو تحت تاثیر قرار داده. اصلا حالم خوب نیست، از زمین و زمان بیزارم. ما به نظرم بیایم این ترینینگ ها رو یه نگاهی بندازیم آجا، ببینیم که مثلا ما یه پلنی بدیم به این ترینینگ ها چی میشه. مثلا آقا 20 تا بدیم به اینا، من اینا رو رندوم دارم میدم، مثلا 30 تا بدیم به اینا، 40 تا هم بدیم به اینا، یه ولیوی بدیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، شاید تاثیرگذار باشه. خیلی تاثیرگذار. چیو شما چه فاریزا بلانگا را جان، مگه تموم نشده چیز اینا؟ واسه باشه اینا دارن یه چیزشون ایجنتشون فرستادن، آقا استرلینگو میخوان سری بدیم بره آقا، 30 میلیون پول کش نقده، ولی به نظر نگوشییت کنیم بکنیم یه 35 میلیون ببینید این پول کباب. بله میگه 30 میلیون من میدم، ولی من میگم 35 بده آقای نوری شاهین، جای دوری نمیره. 35 من میگه چشم 5 میلیون اضافه میدم برو کباب بخور تا آخر عمرت. بچه 5 میلیون دلار اگه داشتین تا آخر عمرتون کباب میخوردین تموم نمیشد. آره 35 و 400 تازه. حاج آقا کپا رو ریجکت میکنم چون شاید این موقع دروازه‌بانم مصدوم شه به چوخ بریم. آره. حاج آقا آقای آنجیو رو میگم ببرین، اصلا نگوشییت هم نمیکنن. حاج آقا 5 میلیون اضافه میکنم. حاج آقا مگه من هنوز نمیدونم. حاج آقا این کیه؟ حاج آقا این جانی سینز دیگه، حاج آقا اومده تو فیفا. آجا آقا دو تا اینترنشنال دیو بردن. آجا آقا رحیم استرلینگ رفت 35 میلیون و خدا حافظ. ولی الان ببین اگه بی نداد بهم. ای یعنی چی؟ یعنی تو دسته کردی تو پاچه نوری شاهین. آره آره یعنی... برو حالا دورتموند برو ببینم با این چی کار میکنی مثلا. ولی اینو الان چون نگوشید نکردیم اینو سی میده آجا آقا. احتمالش هست دیگه. اف داره تو فاک. اصلا حتی گفتش که دیگه ببین درسته اون ورتو گردی دسته تو پاچه، ولی این ورتو دسته کردن تو پاچه. واقعا کاش می‌رفتی اینا رو بعد نگوشییت کنی یه پولی هم اینجا در بیاریم ما همه جوره بعد اصلا کلا نگوشییت نکنی میگه آقا شما آدمای بی انگیزه ای هست. بریم ببینیم که حالا چیکار می‌کنیم. وا حاجا اصلا مچای غیر مهم اصلا پرس کنفرانس هم نمیره متاسفانه، باید بره پرس کنفرانس. آن پرس کنفرانس خیلی مهمه توی این پروسه. 100% اون روحیه‌ای که میده به تیم خیلی اهمیت داره. مطلب حقی بود. پیشبینی از این بازی چیه؟ دیدم توی پیشبینی هایی که من میکنم هیچ کدوم بمبستی خوردیم با دیگه واقعا. نه اصلا چلسی دیگه اون جوری که باید عمل کنه نمیکنه. اون چی که باید نمیکنه آجا. آجا دیگه بعد ما دیگه با یه بارم با رئال مادرید بریم دیگه آجا. ببینیم چیکار میکنیم. رئال مادرید پولش هم بیشتر نیست که. نه اصلا بحث اینه که ببین ما یه مش پیرپاتال آوردیم. این پیرپاتالا واقعا تو بازی اصلی کار نمیکنه. نه و باید اینا بهشون یه انگیزه ای وارد بشه. ما این همه شما رو آوردیم داریم حقوقای نجومی میدیم. ولی واقعا مثلا رونالدو اینا اینجوری میشه که ما میاریمشون با کثافتی که تو الهلال و اینا هستن پا میشن میان. آره دیگه اون تمام اون نجاست روی هیکلش هست. میخواد بگه که شما نمیتونی از این چیزا شاشیدن یعنی هیکل اینا اینجوری که تو داری میبینی. همه رونالدوی های عزیز بدونن ما اینجا همون بردیم اینا رو شستیم. خود آقای سکویی با دستای خودش اینا رو شسته، پشت اینا کمر اینا رو در واقع لیف کشیده. بیا بزن داداش سفید آب زده. بیا با اون AFC بروتموند بیا به ما گل بزن به چلسی. باید یکی اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. یا آجا ما میگم نیمه دوم کلا بریم تو. من دارم میگم به خاطر اینکه نه ما قرار فقط بازی مهم آجا پس حداقل تیم منیجمنت بکنه در تو دقیقه 50 یا 60 دیگه این تیم داغون آباد نه ببرن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. وضعیت جدول دیدنیه. شما در جدول در شوم جدول هستیم ما نمیتونیم کجای جدولی. ولی نه ولی ما فوتبال بچه ها 90 دقیقه است ولی لیگ چندین ماهه خودش خب بده دیگه. آقای ادیبزاده خدا شکر
اینجا اگه حضور داشت حتما یکی از این توپا رو میکرد. ما همینجا از آقای علیزاده دعوت میکنیم یه اپیزود تشریف بیاره کنار ما، یه فیفا با هم بزنیم و بعد یکی از دستا رو غیب کنه. غیب کنه آقای علیزاده. بزن دیگه بابا، بزن دیگه بابا، وای دیگه. من به نظرم بعد یک حالگیری نسبت به بچه‌ها بکنیم. آره یه بار بعد یه مصاحبه بریم بگیم ما ریدیم تو این بازی. نمیشه دیگه آدم بیا مثلا به یه تیمی که اون همه سال افتخار داشته فلان زد روشم شد. لاکازته به نام معروف به نام لاکازت و الو لاکازته رو همون کاری که میدونه خدا علی توی خب ببین این یک تلنگوری بود که به آیسکوی وارد شد. نه داداش این تلنگوری که به ما داره وارد میشه من نمیتونم بپذیرم. آجا ما 18ام جدولیم با افتخار 4 تا بازی کردیم. با افتخار اعلام میکنم 18ام جدولم. آجا لیورپول 4 تا بازی کرد. زنم منو خونه راه نمیده. من یه چیزی توی دستام دارم. یه چیزی توی آستینم دارم. که اونو تا الان رو نکرده بود. میخوام این کار انجام بکن آجا. میخوام رونالدو، نیمار و مسی رو بکشم بیرون. بگم شما کی هستین؟ آخه چیز سگ تو مگه کی هستی؟ رونالدو والا بی شرف بی ناموس بی شعور که میخوام یه کار کثیف بکنم. میخوام مندی رو بیارم جلو. میخوام آجا وست هام یونایتد این بازی چون بازی مهمی و دربیه پرس کنفرانس داره. درست آقای سکوی دربیه؟ دربیه انگلندن. بح آقای سکوی اومده گفته که ببینید ببینید پالمر میگه نه پاس داد بازی قبل، پاسی که نداده دیگه معلومه صفر دیگه. من پالمر رو ارزشش رو میبرم بالا. پالمر بازی کنه مهمی 103 میلیون لیورپول میخواست، من توف کردم صورت لیورپول رو گفتم میخورید بخواید پالمر هم دست ما اینکاریج میکنیم. اناغا تازه حالش خوب نمیشه، حالش خرابه. حالش خرابه میگه من خرابم. این کارش فکر کنم کم کم زیاد میکنه، یعنی تو دسته نمیره مولا. آره ولی اگه سلبریت کنی تو دسته میره مولا. من مینویسم امضا میکنم این بازی رو میبریم به خاطر این تغییر تاکتیکی که انجام دادن. یعنی 2-1 حتا من نظرم یه 2-0 حتا 2-0 یعنی حالا ببین دیگه من به عنوان یک منیجری که الان دارم به جای آقای دکتر سکویی تصمیم گیری میکنم این گل اول جکسون ترکی آجا اینجا باید دیگه بازی رو گزارش کنم، نمیتونم دیگه. آجا بسم الله. حالا ببینیم که شماره 20 ما که میتونه در واقع پالمر ما هستش که خب ما این کارچش کردیم و یکم کیفیت بازیشو بردیم بالا، میخواد الان به جکسون بده. جکسون باز هم تاثیر خودش رو میذاره. پالمر میدونی که چرا اسمش پالمره؟ به خاطر اینکه اینا چیزن دیگه، یه جورای روغن پالم اینا وارد کردن تو ایران. من می‌خواستم بگم به خاطر مصرف روغن پالمش زیاده. بله به خاطر پالمره. آره ولی من خب واقعیت خانواده‌اش رو گفتم، اینا روغن رو اضافه کردن و چقدر از ماستای ما، چقدر از روغنای ما. آجاقا نیمار رو خوب کاری کردی نگرداشتی، چون ما اصلا کسی نداریم جای این بذاریم و 2-0 همین الان انجام شد. بریم برای 3-1. من وقتی که دارم به شما میام میگم آره که ما درسته مثلا رونالدو اینا رو خریدیم، اونا رو میذاریم برای تمرین. من وقتی به شما میگم که من یه چیزی تو آستین دارم بی خودی نمیگم. حتما این اپیزود نمیشد که اینجوری ما با لجن خدافزی کنیم که من با فیله الان نیم کیلو فیله خریده، بعد از این ما میریم سرخ میکنیم میخوریم. من همس فیله کبابی کردم آجا، من هم همس کردم. زنگ بزنم آجا، همین امشب میریم تورنج، شما را مهمون نمی کنیم چون چون اینجا نیستید، اگر بودید میکردید. اگر بودید این نیمه اول تازه این یه دفعه اون بازیکن رو نگرفته، بگیرین همین الان توپو ازش. بازیکن 60% پوزیشن مال ما بوده، 60%. حاج آقا ما 8 تا شوت زدیم، 2 تاش 3 تاش گل شده فقط. مندی اینجا باید درست عمل کنه. آفرین. ببین اینجا یکم شلوغه، از گوشه ها شروع کنی، زاویه رو تغییر بده، بده به 37. 37 کیه؟ 37 کیه؟ نیمار دیگه، اصلا کارش اینه که اونجا بازی سازی بکنه. آفرین آفرین نیمار، بزن تو گل داداش. ریسک نکرده شه جوری. آره دریبل ولی قشنگ گل بزن، گل بزن. آفرین جکسون ترکی.
جکسون ترکیه 15 چیز بود. آره اون همه لوکاکو بود. آره این هم از 3-1 هم نشد. مارمو نشون دادم آجا، مارمو نشون دادم که حال این بچه ها رو بگیرم. خوش به حالش، خوش به حالش آجا. اومد پشت پرده، اومد پشت پرده که چی شد؟ الان اینجوری میکنه چی بود بسی؟ چی بود؟ گلگر میگه بازی قبل 15 تا پاس داده 100 درصد درست بوده. دوست داری چرا روحیش اینجوریه سلبریتش کنیم دیگه بابا؟ 15 تا پاس داده 100 درصد درست داده چیه روحیت چیه دیگه؟ این میگه به خاطر اینکه من یه مرخصی ساعتی میخواستم، میخواستم وسط بازی برم، بچه‌م رو گاز بود. سر بزنم شما به من. والله کولیبالی چی؟ همه چی؟ کوکورلا چی؟ کوکورلا اصلا اسمش رو چه؟ کوکورلا خیلی ولی سوال تکراری شده. فیفا 22 سوالای جنجالی تری میپرسید. آره اینجا دیگه انتگرال از همه میپرسه. We are the champions. نه چمپیونز لیگ نیست این، حذفی خود. نه من خودمون رو دارم میگم. آقا ببین چه بارونی داره میاد و آقا موقعشنگ واسه ما کرده، عروسکی شونه کرده، گریلیش دیگه اومده داره چیز میداره استدیو مثلا چمن رو مثلا چک میکنه. برو با بچه خوشگل. باز دوباره یه بازی بارونی رسید به ما. آقا چرا گولت زد که؟ چون گولم زد و دست به اون چیزی که نباید میزد نزد، چون این کار کرده. آره نباید اصلا ما راجبش حتی حرف نمیزنیم، چون ممنون. چقدر از بچه های ما، چقدر از بچه های دوستای ما امکان داره بشینن این بازی رو نگاه کنن. ما نباید برای اونا آموزه های بدی باشیم آج آقا. تو رو قرآن آج آقا، این تقصیر من بود میپذیرم. دایره مثلا میشد بزنی ها، همین الان میکشمت بیرون. اینجا ببینیم، ای بابا، ای بابا، بازیکنای اونا سوپر، مال ما من فقط. حالا نمیدونم جریانش چیه. من سعی میکنم بازیکن تو رو ببینم که ببینم در بازی هست، بدونم که آقا میای بگیری. نه اصلا تو پاس بدی خودش اتوماتیک میره روش. آجا ببین مهم نیست، یعنی اون بازیکن من دارم هدایت میکنم. آها اونم آره، یک وضعی از وضع جامعه، وضع خودشو داره. هر وضعی مرد مردشون زن واقعا مندی داریم یه ما بیشتر فاده یه چکار کنم دیگه. آره دیگه، ولی خب پولشو گرفته، ما منتی سر ما نیست. نه ما کاری کردی پولشو گرفت. این ببین این پاسو باید ما قدردانی بکنیم. یه بار هم آفساید برای ما باشه مگه چی میشه؟ اینجا ببینی سریع فضا سازی میکنی. به 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 را داری پایین رونالدو. اوه این آبه ببین گن زده تو پاسکاری های ما اصلا. یعنی تو یه حساب کتابی میکنی، هر حسابی که میکنی یکم از اون کتابش عقبتره. بله این بازیکن اینجا بچه ها نگه میدارین که به موقعش بتونه عمل کنه. شاید حالا فکر کنین چرا سهن کلن هیچ صحبتی نمی کنه، ولی خب دلیل داره. ببین اینو بده اینجوری به من که من فقط من کارم چیه؟ من کارم بی حرمت کردنه آجا. من با تو اومدی که حرمت ها رو زیر سواله آجا. اون پاس بعدیشو اومدی بدی یارو جلوت هات زدش قضیه رو. اوف اوف مندی تو این بارونه کسافتی که داره میخوری تو چشش بارون مندی. بچه من میرم یه 10,000 تا میزنم رو باش. اوه آجا اون کولیبالی بود یا نه؟ بی دلیل باز تو آجا بگو که مندی بده. آجا اگه الان کپا بود حداقل سه تا خورده. کپا که اصلا 79 بابا، یارو گاگوله. گم شو بابا، گم شو بربریانه اسکول. هر توپی بهش میرسه بعد این گل کنه. آجا این دفعه بعد داریم بازی نمی کنیم، فقط چون صرفا این لفظ رو زدم نباید پدرمون در بیاد. ولی اینجا ما سعی می کنیم هالند و او هالنده چه دری میره. آجا اصلا یارو یک سوپر هیروه دیگه، یعنی واقعا دیگه چه پاسایی داره میده هالند واسه این. من اونجا دیگه حرکت های قبول کن که این پاسی که دادم در سطح یه لیگ دیگه ایه که اصلا هنوز نیست. آخیش بالاخره آخیش جکسون ترکی. آقا ستاره این کریر مشخص شد. جکسون ترکی به به ستاره میگه بابیونو نگاه کن بیشتر هم اینجوری گل میزنه.
میخنده جانم. دو با بیبی سکو رو الله عاشق این حرکتش شدم. چقدر ما وفاداریم به تو تارمی، خود خجالت بکش از 2022. یعنی ما از وقتی که شروع کردیم ای تارمی رو آوردیم، ای تارمی رو آوردیم، تارمی هم ای گذاشته تو کاسه ما. بابا جکسون، جکسون با اینکه تریاکیه ولی ببین چیکار داره میکنه. آجاقا حواست به پایین جکسون ترکیه باز باشه. اشکال نداره، اشکال نداره. چقدر خوب بود ولی با همین هم میتونی گل خدا بزنی. کوکورلا بود آجاقا. درود به شرف مندی، درود به شرف مندی، به خدا که درود بده عمقو. نه دیگه نه. خورد به پای اون آخه اصلا به پای اونم بخوره حساب نمیشه. حاج آقا این کاری که کرد دیگه در سطح اون لیگ نبود. خدا ترین توپگیری ها رو با عمو پژمان باشین فعلا، تا حالا بعدا بهتون یاد بدم که چجوری بلدم اون کار رو انجام بدم. حاج آقا حل کردی؟ نه دیگه اون اومد که بیاد دیگه. حاج آقا بیشب اومدم خیلی خوش اومدم. چرا میگم نده باز میدی؟ اصلا احساس میکنم مغزم فقط به اون فرمان تو گوش میکنه. میگوش چند تا تعویض میکردم. آجا آقا اشکال نداره این بازی، فکر کنم اگه رفت و برگشتی نباشه میره الان وقتایه. مگه الان همین برگشتمون بازیه نی؟ نه این لیگ چه زایید کردم هالند. با دیگه حرومزاده بودن دیگه چقدر؟ اینو که میگیرم حتما. مطمئن هرسی میگیرم دیگه آجا آقا. هرسی هم الان آجا آقا واقعا این بازی نمیدونم الان چی میخواد بشه. الان نه همون حرف درسته، میره وقتای اضافه آجا آقا. دوگو سکوی بیمیم با شلتون سگ سرمای بارون هم حتی با شلوارک. شلوارک خیلی برای دکتر سکوی مهمه، اینه کلبات میمونه آجا آقا. آجا آقا پناتی هستن. یا حسین یا حسین یا حسین آجا آقا. آجا آقا بسم الله. آجا آقا بسم الله. اینجاشو میتونیم درست انجام بدیم، اونجاشه که مهمه. آجاقا اولی گل آجاقا. آجاقا بگیرد آجاقا. هالند خیلی سری چیز کرد آجاقا. یک دو آخه درستی مربعی آجاقا تمام آجاقا. وسط اون اصلا نمیشد اونو گرفت خودم آجاقا. خودتی نیمار اینجوری میزنه من انقدر بدم میاد، انقدر بدم میاد. اوه آها خدا بده برکت. کجا میده راست به نظرت؟ آره چرا نه پای انقدر دیر پرید ادرسون بی شرف. اونو یاد نره که مربع رو بزنی. آفرین ولمون کن، ولمون کن. کیه به نظرت؟ آجا فودنه. نه دروازه‌بان کیه؟ منم. آجا راست بالا، چپ بالا زد. آجا ریلکس. اصلا نگران نباش. آجا تنشن بالا. ببین ملت دارن. جکسونه. آجا اونا خراب کرده بودن؟ یه دونه هالند زد بیرون دیگه. هشمو اصلا من ندیدم. وای وای هشمو ببین جمعیت اون داره یارو میزنه یکیو بیناموز. آجاقا جکسون آجاقا ویبره دستره. ببین دیگه بذارم رو پام که اون حسو داشته باشم. آجاقا جکسون ترکی جکسون قیافش اینجا بد نیست. بدبخ توی اون تو واقعیتش داشته. ببین اینجا خوبه آقای منچستر سیتی. این جکسونه؟ بله آقای منچستر سیتی. درسته تو لیگ ما رو بردی ولی الان خدافزی کن از کاراباو کاپ. خدافز. آره گریهتو ببینیم بارون داره میاد گریهاتونو میشونه میبره. بلند شو بر تبل شهادانه بکن. آقا این کوباچیش تو تیم خودمون بوده اون موقع به خاطر اون باشه اب نداره. آره آقا دادوی سکویی اومد که چی شد؟ بشوره ها بشوره. ببخشی میگه کایسه دو سرویس کرد حال کردی یا نه؟ منم میگم تا دسته پالمر ت
ترکون سرویس کرد، حال کردی یا نه؟ میگه باعث با این که سلامتی مردم رو به خطر انداخته ولی باز زمش کرد تا دست. حالا رفیق مندی که بستنی که با شکر تولید میشه رو میزنه، میگه به نظرت مندی کمک کرد که دنجر رفت بشه؟ تا دسته. ادب چیز خوبیه، اخلاق چیز خوبیه. یه مندی رو سلیبریت کنی. They don't come for more. بابا زود میره با قبل نتن اینو کوئسشن های سکوی وقت نداره. میگه من وقت ندارم. برای وکس دیدین که چه کریر خفنی رفتیم این دفعه. ببینین فوتبال چه بالا پایینایی داره. فقط میخوام به بچه ها بگم دکتر سکویی با این کارش گفت آقا مسجد جای اون کار نیست. اومدی اما اول بازی من هنوز به تیم عادت نکرده بودم، بردی فکری خبریه کچن؟ اولین بازی کارابو کاپ حذفشون کردیم. تو برو با روغن کنجت تو بزن مود در بیاد. بله اسکول درسته تو چیزی کفتار رو چهار میکنیم، الان منم چیز ما رو از تو آستینم در میارم. بابا سرسیادی اینجوری نبود به قرآن اول اپیزودهای اولمونو به این نگاه کنی، خیلی بچه مؤدبی بود. معلوم نیست با دکتر سکویی گشته چه بلایی سرش اومده. همینجا تو کامنت ها اگه دوست داریم بنویسیم که سرسیادی برگرد 2022. لایک یادتون نره، سابسکرایب اگه جدید اومدین یادتون نره، سکویی اگه دوست دارین اون کاری که باید بکنین یادتون نره، و آخر از همه اینه که ما خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. من قلب میدم اون واکاندا فوراور میده. تا حالا دیده بودین؟ وولورین دو انگشتی.